Umada. Bale bale umada. Kiye? منم نازی جون باز کنم. مهتاب جان. ای وای. بچم نازی جون. باش قربونه. بارزام. آروم. جگر گوشم نازی جون. آروم باش عزیزم. من بخش شدم خدا من تو. نیکس شدم. خدا نکن عزیزم. بچم. این چه حرفی؟ همه چی درست میشه عزیزم. ایوا خودو بریم بریم تو بالکن یه دقیقه نفست بیاد بالا بیا آروم باش خودو چی درست میشه نفس بکش عزیزم بهتر شدی آروم باش عزیزم من یه دقیقه برم برات آب بیارم سلام سلام عزیزم خسته نباشی مرسی ممنون بچه ها کجا؟ وا مگه یادت نیست کرجن دیگه خونه مامانینا کرج؟ تولد پرینازه آره اصلا فراموش کردم خوبی تو؟ آره خوبم باید یکم خستم مطمئنی فقط همینه؟ آره بابا برم یه چرت بزنم سر حال میشم میگم خوب نیستی چطور؟ هر هفته سه شنبه و ساعت 8 ما چه کار میکنیم؟ وای اصلا یادم رفته بود ساعت چنده؟ 8 که؟ خب الان است که ببین من میرم لباسامو عوض کنم تو ازشون پذیرایی کن تا من بیام اومدی؟ آره اومدم ابراهیم اینم نمیشه؟ چرا؟ اتفاقا این فکر میکنم حتما بشه واقعا؟ فردا خودم زنگ میزنم به بهزاد ازش تشکر میکنم بیا دیگه بیا از هر که مرا پیش مردم اقرار کند من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم نمود Thank you.
قول میدم یه سوال دینی هم ازت نمیپرسم. بابا فرم استخدام فرمالیته است، اما اگه چیز دیگه ای بزنی من نمیتونم برات کاری بکنم. بنت نیستا، اما به خدا تو این اوضاع به 10 نفر رو زدم تا تونستم این موقعیت رو برات جور کنم. بابا لامصب الان 7 ماه بیکاری، 7 ماه. بزن و بچه‌هات فکر کن. ابراهیم جان، ابراهیم ببخشید. خدا ببخشه، میگم فرمایش ندارین، ما داریم میریم. داریم میرید؟ با اجازه. مرسی که اومدید. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. شبتون بخیر. خدا حافظ. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خواب دیدی عزیزم؟ بخورینو. قبل از این که برم تو دادگاه گفتم خدایا اگه قراره که دیگه با روز به نباشم، هرچی اراده ی تو، نظر بچم ازم بگیرن، هزارت بچم هم ازم گرفتن، بچم قرار بی مادر بزرگ بشه، داغون میشه پارس. قربونت بشم، من میفهممت،
منم خودم سال هاست که مادرم. بهت قول میدم اوضاع که اینجوری باقی نمیمونه. حالا نمیخوام تو این شرایط برات موعظه کنم، ولی تو همین شرایط سخته که باید خدا رو به خاطر بیاری. مگه این همون چیزی نیست که بهش اعتماد کردی، به خاطرش حاضر شدی از همه چی بگذری؟ امروز که برات دعا میکردم همش این آیه به چشم میومد، اون آیه قرنتیان که میگه خدا هر کسی رو به اندازه توانش آزمایش میکنه. آمین. پس دعا کن که خدا تحملم رو زیاد کنه. معلومه که برات دعا میکنیم عزیزم. مریم و مهسا و همه بچه گروه هم برات دعا میکنن. تنهات نمیذاریم، کنارتیم. آیه مورد علاقت چی بود؟ خداوند پناه و قوت ماست، یاوری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. پس بذار خدا فوراً یافت بشه و کارشو انجام بده. باشه، شکر برای این که هستین. ممنون از تو عزیزم که امروز به همه ما درس ایستادگی برای ایمان دادی. هفته دیگه مدرسه پارسا شروع میشه، میتونم برم بین کلاساش ببینمش. دیدی چه عالی. پاشو حالا، پاشو یه آبی به صورتت بزن، منم برم غذا رو بکشم که مریم و مهسا الان میرسن. ای مگه دارن میان اینجا؟ آره، از صبح دلشون مثل سیر و سرکه میجوشه و برات دعا میکنم. بهت زنگ زده بودن جواب نداده بودی، نگران شدن. به من زنگ زدن گفتم که اینجایی، دیگه دارن میرسن. الهی بمیرم، حالا بچه هاشون رو کی نگه میداره؟ راستش نمیدونم، دخترش هنوز شیر میخوره، 7 ماهشه همش. وای مسری جان، خودت واقعا رحم کن. البته نگه داشتن رویا فقط برای ایجاد جو ترس و وحشته که یه موقع با چه میدونم با رسانه خارج از کشور مصاحبه نکنن و ماجرا رسانه ای نشه. گفتن اگر که این کارو نکنن حتما آزادش میکنن. واقعا مغز آدم سوت میکشه. آخه 9 سال زندان به جرم اقدام علیه امنیت ملی برای 2 نفر که بی‌آزارترین آدمای کره زمینن؟ چرا؟ چون فقط جمع شدن یه جا خدا رو پرستش کردن؟ نمیدونم اصلا کسی از حال و روز وحید خبر داره؟ آره، مثل که خیلی شکنجش کردن، بیشتر روحی و روانی و اینا. البته غیرت وحید و رویا بر هیچ کس پوشیده نیست، زبان زده همه بوده، چه تو جوانان چه تو خود کلیسا، ولی اصلا 9 سالی عمره. همش خودم میذارم جای وحید. چی بگم؟ وای اگه این اتفاق واسه ما بیفته چی؟ نگران خودم نیستم، ولی بچه‌م پرهام همش 9 سالشه. البته که شرایط خیلی وحشتناکیه، ولی خب تجربه‌ام نشون داده که خدا تو شرایط سخت از طریق خاصی عمل میکنه و قوتشو با آدم میده. آمین. اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به شما ضرر رساند؟ اما حتی اگر در راه حق رنج دیدید، خوشا به حالتان. از آنچه آنان میترسند شما مترسید و در هراس مباشید. او در عرصه جسم کشته شد، اما در عرصه روح زنده گشت. دعا کنیم. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم. ای قدوس، کلام زنده تو میگه در هیچ شرایطی نباید بترسیم، چون ایمان داریم که خارج از اراده تو هیچ چیزی نمیتونه به ما آسیبی برسونه. هیچ کی اجازه تکون نخوره. تکون نخور آقا، تکون نخور. حالا تکون نخور. آقا چی کار میکنی؟ تکون نخور، وایس کنار دیوار. وایس کنار دیوار ببینم. هر کی بعد من دو یک ستا.
پس نه توبه میکنی نه از دوستات اطلاعات میدی. میدونی کار من چیه؟ شکستن آدمایی مثل تو. حمید و نازی اندازه تو مقاوم نبودن، خیلی چیزا گفتن. زنت هم همینطور. میدونی حکم ارتداد چیه؟ میدونی یا نه؟ دوتا را داری، یا این بچه ی آدم توبه میکنی یا هرچی که بهت گفتم مینویسی یا زندگی تو نابود میکنم. تو هنوز نخوابیدی؟ امروز پسر بدی بود یا آقا پسر؟ آره ببخشید. خب چی؟ میگم که امروز پسر بدی بودی، خودت هم میدونی چی میگم. ما توی سالا کی چیزی رو از همدیگه پنهون کردیم؟ حالا فرضاً هم اگر خواستیم پنهون کنیم به خاطر قیافه‌مون تابلو بوده که لو رفتیم. راستش گن زدم. خب یه چیز تازه تر بگو. امروز فرم استخدام شهرداری که پر کردم به اصرار بهزاد، گزینه مذهب و زدم اسلام. فهمیدم. چطوری؟ خیلی ساده به چشات نگاه کردم، مثل همیشه. امروز فرمو که امضا کردم دیگه خودم نبودم، به هم ریختم. گفتم میام خونه آرومتر میشم، که این آیه تیر خلاص بود به همه چی. کلن به هم ریختم. سارا خجالت زدم. تو الان از تو و بچه ها که نتونستم این وضعیت رو تغییر بدم، حالا هم از خدا که احساس میکنم با کار امروزم انکارش کردم. میفهمم. همش تصویر تو و بچه ها جلو چشام بود. نمیتونم این همه فشار رو روی شما تحمل کنم. قسط خونه، خرج مدرسه سیاوش و ستاره، این همه نخوردن، نخریدن، پرهیز کردن، دیگه طاقتم تاق شد. کم آوردم. روزی که میخواستیم ازدواج کنیم پدر و مادرت به خاطر ایمانمون تردید کردن، گفتن کمکت هم نمی کنن. پدر منم گفت به دختر کافر جهیزیه نمیده، سر سفرشم نمیشینه. اما هیچ کدوممون مسیح رو انکار نکردیم تا به قول خودشون یه عروسی شاهانه برامون بگیرن. عوضش یه عروسی خیلی دوستانه و کوچیک تو زیرزمین کلیسامون گرفتیم. چقدرم خوش گذشت. آره چقدر بچه کلیسا زحمت کشیدن، حتی نذاشتن شیرینی و غذا رو خودمون بیاریم. تا چند ماه هم که خونه برادر رامین بودیم، تا اینکه یه خونه نقلی تو منیریه پیدا کردیم. حالا اینجاییم،
نگاه کن، یه سقف ام بالا سرمونه، دوتا بچه این دسته گل داریم که عاشق خدا. توی تنها ترین و بدترین روزای زندگیم غیر از اعتمادم به خدا یه چیزی دیگه بوده که منو سر پا نگه داشته، این که تو عاشق ما و عاشق مسیح هستی. ابراهیم، کار خدا رو به خدا بسپار، یه بار دیگه تحمل همه چیز رو بر من ساده تر کن. من به تو اعتماد دارم. حتما عزیزم. عقیدتی باشی بابا، نکیر و منکر که نمیخواستم بپرسم، ارزشی شداش داخل؟ به خدا 10 سال دیگه بگردی همچین کاری گیرت نمیاد ابراهیم خان. بالاترین حقوق، بهترین مزایا و سنوات، سمت مدیریتی، آخه دیگه چه مرگت بود پسر؟ هلک و هلک سرتو انداختی رفتی تو دفتر رئیس گفتی ببخشید من مسیحیم، میخوام 100 سال نباشی. بهزاد خودش میدونه چی بگه. بابا خوب دیگه، تو هم مریم جان غریبه که نیست، رفیق 20 سالم این بیمه. آقا خلاصه یه کلام، الان با این وضع خیالت راحت شد؟ ابراهیم خان الان خوشحالی؟ کار خدا رو به خدا بسپار. خیلی سارا جان. سلام ابراهیم جان، ناصرم، چطوری؟ شنیدم دنبال کار میگردی، فوری با هم تماس بگیر، یه خبر خوب برات دارم. قربونت، خداحافظ. هرچی میدونستم گفتم. از این خبرها نیست، 3 دقیقه بهت وقت میدم، وقتی برگشتم این کاغذ رو از تمام چیزایی که گفتم سیاه میکنی، وگرنه اوقات منو زندگی خودتو تلخ میکنی. آشغالتر از اونی هستی که بهت رحمت کنن. آدمیت سرت نمیشه نه؟ بیا نگاه کن، خوب ببین، چون شاید آخرین دفعت باشه. پسرت 9 سالشه نه؟ مدرسه‌اش جای بدیه، بره خیابونه، دم به دقیقه ماشین رد میشه، هر لحظه ممکنه یه ماشین بهش بزنه بچه تلف شه. ماشینه دیگه، عقل و چشم که نداره، نمیبینه، اما بیمه داره، دیگه کاملو میده و تموم. برای آخرین بار بهت میگم، برای آخرین بار، هرچی که بهت گفتم مینویسی یا نه؟ مینویسی یا نه؟ چیزی بیشتر واسه گفتن ندارم. کثافت! انکار میکنی یا نه؟ انکار میکنی یا نه؟ پیمان جان چی شد؟ پیمان؟ گفتم انکار نمیکنم. چی؟ پیمان جان چت شده؟ چرا اینجوری نفس میکشی؟ چی داشتم به چیزی فکر میکردم. به چی؟ اجازه بده یه آبی بزنم از دست صورتم، الان میام.
اینکه زندگی کردن توی همچی شرایطی چقدر میتونه وحشتناک باشه جای خود، اما دیدن روی مسیح و حیات ابدی در حضور پدر آسمانی رو با هیچی معامله نمی کنم. وایسادن تا آخر شاید خیلی سخت باشه، اما به قیمتش میارزه. وقتی تو زندگی همه چی رو به راهه، اعتماد کردن به خدا خیلی ساده است. هنر اینه که آدم تو روزای مصیبت زندگیشو به خدا بسپاره و به اون اعتماد کنه. خیلی از زنان ایرانی بعد از مسیحی شدن مورد ظلم و ناعدالتی قرار می گیرن و متاسفانه قانون هم به نفع شوهراشون حکم میده و باعث میشه که این مادرها از فرزندانشون جدا بشن و برای سالیان سال نتونن بچه هاشون رو ببینن. اما این زنای شجاع برای ایمانشون تا به آخر می ایستن و متحمل همه این مشکلات میشن.